نه آره خیلی باحال. یعنی دیشب نوار دیدی؟ نه چطور مگه؟ کلا دیشب نوار دستموز بازیکن فوتبال بود. بابا زندگی رو اینا میکنن دیگه. میپره تو زمین، دو تا شوت میکنه، چهار تاش میخوره تیره. هر چه جان میره تو اون آخر بازم 700 میلیون پولو میگیره و ماشین شاسی بلند، کولر و عشق و حال. ببین اینا الان اینا موجودات بی درد میگن به اینا. والا مسعود آقا گفتنی. علی انصاریان، علی انصاریان فوتبالیست، علی انصاریان ماشین چی شده؟ خراب شده؟ والا روشن نشد دیگه، نمیدونم چرا اینجوری شد، استارت نمیخوره. دوربین مخفیه، دوربین مخفیه. آره نه جان من، نه بابا دوربین مخفی. میگم علی آقا چرا این ماشین سوار شده شما؟ چه اشکالی داره؟ بهتر از موتوره که. آره خب نه میگه که یعنی اون شاسی بلنده کجا؟ آره. اون شاسیاشو برداشتیم کوتاه شده. شاسی خوب اومده. میگم علی آقا شما علی انصاریان فوتبالیست معروف اینجا تو آفتاب دو اصلا درست نیست. ما خونم همین بغل بیا بریم شربتی چای چیزی بخوریم. با هم باشیم در کنار هم باشیم. کلی باد کار دارم. خیلی خیلی ممنونم. خیلی ممنونم از شما. دستتون درد نکنه. نه آقا زنگ زده امداد هنوز نمیاد. نه آقا امداد چه ناز زنگ بزنه آقا جون من خودم رفیق دارم. منصور پیکان. خب سه سوت میاد ماشین تو درست میکنه. بله بله کارش درسته. شما بیا بریم با هم باشیم خونه ما نزدیکه. نه بیا بریم خونه ما نزدیکه. حتما مجا من با این آقا میرم. این دوستشون اومد بهشون بگی چه ارتباطی. باش آقا شما برو راحت باش. شما برو استراحت کن. بیا 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 نه با کجا سنگینه؟ دو طبقه رو پرید پایین. خیلی خوب، مهمتر از این تمرین ها تمرینات کششیه. حالا همین مسیر گوش کن، همین مسیر رو برگشت میریم، من میشنم رو پشتت، توپو با کله میبری بالا، سینه خیز میدی. خب این تمرین های ذره برای فوتبال سنگینی. بابا من میخوام فوتبال دست بدم. کشتی کجی این تمرین هایی که تو میگی؟ اول باید بدنسازی خوب بکنی. نه 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 ببین من تاندو من پاره میشه آقا. نه من تاندو من پاره شده. حرف بی خود نزد. من تاندو رو تو دارم میبینم. ببخش شلوغش مهم توهمیه اومد. سلام آقای قوامی، خوبی؟ من خوبم، شما خوبی؟ بله منم خوبم، شما خوبی؟ من خوبم، شما خوبی؟ شما اینجا یه ساعته دارین چیکار میکنین تو ساختمون؟ فوتبال. آها واسه من توضیح میدم. من رفیقم جور کرده برام برم توی تیمی تست بدم، اونجا فوتبال بازی کنم. خوب تمرین کنه تا پایان سال 1 میلیارد واسش پول میگیرم. چی؟ 1 میلیارد؟ حالا 5 میلیون پایین، 5 میلیون بالا واسش میگیرم. شما میخوای برات سقر سنی جور کنم بیا بازی کنی؟ نه خیلی لازم نکرده. به من اون دهن تو. ببینم این یه کلک دیگه است که صبح تا شب تو ساختمون پلاس باشی، زافسیا چوب بزنی؟ بابا شما توهم داری. بابا من اصلا کلا نبامی. آقا جون. حالش خراب شد. خیلی خوب. حالا میریم برای بعد. تمرینات بعدمونه. فضای خوبی دارید اینجا. بله بله فضا خیلی خوبه. بفرمایید شما آقای ارسلان. دست شما درد نکنه. چون تمرینی باید تقویت بشه. خیلی شاد و سرحال حبازی من تو من تو حیات. یا من یه رفیقی دارم میگه اگه بقال نمیشدی حتما فوتبالیست میشدی. و میگه استیلت خیلی شبیه مسیه. نه البته اینجوری شبیه پوز هم بیشتر اینجوری شبیه مسیه. شما که نظر قدومت هیچ مشکلی ندارید، ولی خیلی کارتون سخت میشه. خیلی ولی میتونید این کار انجام بدید. بله بله علی میگم نمیشه منو یه کاری کنی فوتبالیست شم. من بقالی خیلی خسته شدم. سفارش بکن. حتما حتما تو پسر خیلی خوبی هستی، برات همه کاری میکنم. علی میتونی سفارش بکن. حتما بفرم. سلام آقای قوامی. آن تو خوبه قوامی؟ تو خجالت نمیکشی؟ اینجا رو کردی پاتوق. این ساختمون صاحب نداره. هر کسی یه برمی داری میاری میره تو میکنه که چی؟ با یه اینک دودیش تا پنه دیگه اگه نره بیرون جفتتون با لگت و چک میندازد بیرون. آقای خفمی آرومتر بابا. علی انصاری میخواد هر کسی باشه. این او فوتبالیست معروف اینک زده بود کسی نشناستش ولی من شناختمش. چی؟ چه زودتر نگفتی؟ ببینم از این چیزا قرارداد رقم بالا ها پول میگیره گونی گونی. خیلی خوب یه چایی بیا برای من بدی. سلام علیکم آقای انصاری. خوش اومدید. بفرمایید. بله 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 آقای انصاری خیلی خوش اومدید. صفا بودید. مدام رجب پر بدید. خواهش میکنم. مزاحم شدیم ببخشید. خواهش به من نشد. بسی که به یادتون نیومد منو. شما رو اجازه بدید. نه به جا نهی بردم از دارم کن. نه الان هم به جا نهی بردم. اشکال نداره.
برحال این روزا فوتبالیست های جوون پیشکسوت های خودشون رو یادشون رفته. من شرمنده شما. اشکال نداره. اگه اجازه بدید من برم، فقط امیدوارم که واشر سرسیلا نسوزونده باشه. نه 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 نه، خیالت راحت راحت باشه. منظور پیکان گفت سه سوت حل از مشکلی. دیگه برم بالا سر ماشین، دست شما درد نکنه. خیلی خیلی ممنونم، با اجازهتون. خواهش میکنم آقای انصاری. خیلی خوشحالم. آقای انصاری، کجا تشریف میبرید اینجوری؟ بعد برم بالا سر ماشین ماشین. مگه من میذارم برید آقای انصاریام؟ من تازه فوتبالیست محبوبم رو گیر آوردم. من دلم میخواد خیلی بیشتر از اینو از شما بدونم. مثلا چه چیزه؟ فصل قبل چقدر گرفتی؟ آقای قوامی یه راز نمیتونم بگم. ببند دهنتو. من علی آقا این حرفا رو نداریم. مگه نه علی جون؟ یه قرارداد دیگه بین بازیکن باشگاه این محرمانه است این قرارداد. چی فرق شد؟ بله بله. خب علی جون اجازه میدید من برم؟ نه 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 نمیذارم. مگه ماشین خراب نشده؟ بله. خیلی خب من الان سه سوته میرم. یه زنگ میذارم مکانیک بیاد. تو هم یه پذیرایی علی جون بگو من الان میام. بس شما دادن من خیلی دیرم. من تو رو هستش ممنونم. تو رو خیلی دوست دارم. خیلی ممنون. فقط نگودی پس قچرگه. بیا انجون بیا بیا. خدا رحمت کنه پدر مرحومتون رو. می‌دونید پدری بودن دلسوز و فداکار و مهربان. بنده رو در غم و اندوه خودتون شریک بفرمایید. پدر مرحوم من همیشه میگفتن که برزی هیچگاه مردم رو در غم و اندوه خودشون تنها مگذار. برو بالا. آقا من ازتون خواهش میکنم این بار سنگین غم و با شونه های نحیف ما تقسیم کنید و ما رو غمخوار خودتون بدون. باشه؟ چش. خدا عوضت بود. واقعا با دوستایی مثل شما آدم احتیاج به فامیل نداره. خدا پدرتون رو بیاموزه. من با داشتن شما هستم فرصه بسه. ببینید ما عزاداری پدر محترم ایشون هستیم. دیگه از یک روز عزاداری مزاداری دیگه تعدیل دیگه پول دار شدیم. اون این کار چی دارین انجام میدین آقا؟ ما عزاداریم اینجا. از چه پدری باشه؟ بایی دارم 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 بیا 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 بری بری دارم بیا چی چی بری چی چطی میگی؟ جونی تو بگیم قربان ببخشید به علت یک سری مشکلات پیش اومده مؤسسه ما قادر نیستش که شما رو در مراسم پدر مرحومتون همراهی بکنه. بفرمایید. آره برش ببخش. این چه وضعیه؟ پس مراسم پدر مرحوم من چی میشه؟ من به شما قول میدم که در مراسم بعدیتون 20 تومن به ازای هر میت بهتون تخفیف کنم. آره برش دارم تو سرتون بخوره. الان میت رو زهیده آقا برش دار ببره. آقا مگه من پدر شما رو دارم کشتم؟ چیکار دارم پر از این خدمات مجالس سیاست برو یه جای دیگه دیگه. اه طلبکاره چه انتظاراتی دارن مردم؟ ولش کنید. خب تو مطمئنی که این مدیر برنامه نداره؟ بابا مگه من با تو شوخی دارم؟ الان این فعلی وقت دوست دارم کار می‌کنم. چی چه خرفی این دارم؟ میلیارد. چی شد؟ هیچ. من نه یه ذره فقط قلبم یه ذره آب قند بخورم. خوب میشه. آب قند منم. آب قند تو برو اونجا بشین. باشه. آب قند منم. خب چقدر طولش میدید شما؟ این آقای کجا رفت؟ آقا هر چی کارش نید. بابا این بیچاره بعد به حالت سکته داشت. یه دونم اینجوری بگی علی جون فکر کنم دیگه فصل بعد باید با هم مرزی کنیم. با اینم انداختم بس برو اون بلا میخوام تکی بگیرم آقا علی آقا جون حالا میشه یه جوری منو بغل کنی انگار که وقت گل زدنته؟ از شادی بعد گله. نه آقا شوخی میکنه. آقا خب اینم حافظش پر شد. پس روی بنویس، پس روی بنویس. عزیزم نمیشه. آقا پشت گردنم. آقا خدا رحمت کنه پدر خدا بیامرزتونه. چه مرد نازنینی بود. ای بابا بابا بابا. کمرم شکست. بیا علی آقا ببینید چه داستانی داریم ما. بچه‌ها مردان دوست دارن شما خوبه. آره اینجا رفت آمد زیاد دارید تو سر خانه. آره دیگه ما خونمون اینجاست دیگه. خونه داداش هم اینجاست و دیگه من همش میام. احوال شما خوب هستی؟ خوی انصاری خودتونی خوبی؟ خانواده خوب هستن؟ آقای عابدزاده خوب هستن؟ آقای رهبری و آقای دایی همه خوب هستن؟ سلام خیلی برسونی. خوبی شما؟ زن داداش هم هستن. افتخار میکنی شما اینجا ای؟ شما افتخار ما ای؟ ممنون ازتون. خواهش میکنم. میگم که این سمت بخیه نداره.
آخه میگن آمار بخیه تو خیلی بالا از تیم بازه تیم ملی تو خیلی میشه. بله. آقای فردوسی پور گفته ها تو لبن. بله این دفعه به خاطر شما سرام بیشتر جلوی توپ میذارم. آه ببن بگی نیرش بگی نیرش از من بوده ها. من فیروزه قریب هستم، نویسنده هستم. بله. و شوهرم آقا جمال هستن و ایشون برقالی دارن. بله چشم حتما میگم حتما ببخشید و میگم تکلو تو خیلی سنگینه و تلویزیون اینجوری به نظر میاد. نشه تکلو بزنید بمایی بزنید حالا تو نداره میبایی بایی مطالبی نمیشه کار سخت اینجا هم نمیشه انجام داد. خب تک نزنین آقا چرا اینجوری رفتم کنید؟ خب نخندین آقای محترم عجب تک نزنی هستین شما آقای انصاریان. خیلی رفتار توزش من بدم میاد اینجور رفتارا. اصلا واقعا که عجب آدمای پیدا میشن. من واقعا عذر میخوام. من واقعا سلام. سلام صبح بخیر. صبح بخیر خسته شدم. کیوی دور شدی؟ نویسنده ضعیف شکننده بفهمی صبحونه ممنون. شروع نکردم ها. نه بخور. آه چقدر خسته شدم. ببین جهان گیر. بله جهان گیر. چی میشد تو تو لالیگا بازی میکردی؟ فوتبال آلمان خیلی خشن و ماشینیه. اوه خدا من چقدر بدبختم. اون لیگ فرانسه است جهان جان. آه همون فرانسه. میگن اگه تو لالیگا بازی میکردی و وضع مالیمون از این رو به اون رو میشد. چطور مگه؟ نخواه هم داشتم میومدم. خب چیز دادم آقای علی انصاریان هست فوتبالیسته. اونو ببین اینقدر اینو وضع مالیشون خوبه. تو نوت داشت میگم میگم فوتبالیسته که وضع مالیشون خوبه. آها پس بگو علی رو دیدی. علی زاپاس ذخیره من بود تو فوتبال. جدی؟ بله با هم شروع کردیم فوتبال. ببین چه قیافه‌ای داشت واسه من. بعد از من شروع کرد. یه تکل نزد. ببین هر کسی توی رشته استعداد داره. الان استعداد من توی فروشگاهداری شکوفا شده. همین. نمیشه تو دست از سر این بقالی برداری برکردی به دنیای فوتبال. حرفایی میزنی خانم ها. اولا بقالی نبا فروشگاه درست داری. درست کردم که تخصص من در زمینه فروشگاهداری متولد شد. سه با من همونی بودم که اگر مجبور نمیشدم فوتبال رو رها کنم شاید نگاه خیلی یا به ساقه های طلاییم بود. آخه خب چی ساقه طلایی چی شد؟ ساقه های طلایی من شکست از سه جا. من مصدوم شدم. نمیرم. من همونی بودم که مجبور بودن از هر جای زمین برام سانت کنن و من توپو با سر میزم توی دروازه گل گل. این هم از شانس بده من دیگه به جای پولی سر سایدت برام مونده. بخند خشات باش. ببین داداش موقعی که میخوای فوتبال بازی کنی باید من تو من باشی. یعنی که این موقعی که یارو حمله میکنی دفاع کنی. مهمتر از حمله دفاع تو بازی. یعنی باید دفاع کنی. سلام آقا. سلام علیکم. خوبی؟ سلام علیکم. بابا روی ورزشکاری داری سلام میکنی. با شماره 24 اومدی تو زمین من تو عملان. تو بیا تو پای من بهت بگم. بهش میگن تک. تو کاراته بهش میگن گدان. بی جلو. بی تو پای من. بیا. هر کی میاد جلو راحت میگی تو. یه دونه میزنی کیو زانوش. وای یه چیزی که دقیقه یک اخراج میشم که نه باید داور نبینه باید مراقب باشی داور اون بره این بره زنی داور این بره یه زانو بره میکشی باید تو برده بیاد تو برده بیاد همه چیزی منو آشمان پا مو بردش به جور مامان مامان خیلی خوب مو بردش مامان خیلی خوب تو باید حالا آماده میکنی خودتو برای بدترین ها یعنی چی؟ یارو خیلی خشم میاد سمته خب خیلی بازی خشنه میاد سمتت خب شما این میسی جلوش خب میخواد از خودت دفاع کنه از تیمت که چششون به پای توی دفاع کنه خب الان تو خشنه باش خشن؟ آره من تو هم کامل خشن آره میاد جلو میکشی لانچیکارو لانچیکارو میکشی میری جلو میری جلو جلو داور میشه میکنی هیچ میکنی کسی که بخواد خشن بیاد جلوش دور علی که باریکالله تو ساختمونتون همه ورزشکار هم نه علی جون عرض رو باشم مخصوصا اون تقبله چیه قیافه چقدر آشنا بود واسه آره این از این اینه گنده زده بود نمیشد شناخته شد آه فهمیدم این پسر هست هنر پیشه تو تلویزیون امین جعفری آه نه بابا این چیه فوتبالیسته هست نوت نشونش میده فردوسی پور نه بابا اون یکی فوتبالیست علی انصاریانه فکر کنم علی انصاریان بود با رفیق انقدر رفیق فوتبالیست دارم قاطی میکنم علی انصاریان بود چقدر پیر شده عینکشو
علی جون چرا نمیخوری؟ دارو میگایی؟ بخوری ده بیا گلاس بخور یه دون پرتغال هم پوچ بگم بخور زی هست علی از یه هلوها بخور کلو 18000 تومن بخور آقا تو یا؟ یه شربت هم بخور یه خال دیگه نه تو برای چی اومدیم اینجا؟ مزاحم این آقام شدیم؟ نه علی جون مزاحم چیه مرایمی بابا من قدم تا ماشینت میخواد درست بشه بیا اینجا خنک بشینی یه داری میوه و چایی و شربت بخوری جیگرت حال بیاد بالاخره علی جون تو گردن ما حق داری آقا خواهش میکنم این حرف بخور تو هم بخور آقا بازی چه خبر؟ بازی هست عدنه خیلی کار اوکی اوکی آفی دیزن چاو کاریش دقیق دقیق علی خبر که زیاد آقا قبا علی جون یه تیم برات پیدا کردم توپ کاختن لطه میری کجا؟ کاختن لطه چی؟ راست میگه چی؟ کاختن لطه میدونی مدیرش از دوستای مرحوم پدرم هست خدا رحمت کنه عباس شما رو الان هم توی دسته سه بوندسلیگا هست پدرتون؟ نه خیلی اون تیمه رو دارم عرض میکنم میری اونجا بفرستمه میری؟ علی جو بریم علی جو بریم اگه دوست داری تعارف نکنه بریم بخوم اونجا هتلش هم تمیز داره بخوم که تیم نیست یه دونه شهر چی داری میگه قبول اصلا تو تاله بخوم رفتی بله که رفتم آقا اصلا بیا برو باهر باهر بفرستمت بریم باهر بریم آقا شما حالتون خوبه بله. ما خوبیم من قصد رفتن از ایرانو ندارم میدونم همه رو میدونم داری تعارف میکنی باور کن تیم هست باور کن 30 بار با من تماس گرفتی کی تماس گرفته بود این آقا شاه علی جون راست میگه کی زنگ زده بود گواردیولا چی 10 دفعه زنگ زده شماره تو خواسته ندادم بهش نمیدم علی آقا میگم شما هم تو این پست جدیدت بازیت خوب جواب نمیده ها به نظر من بده یه چپ هجومی رو کورنرها کار کنی خیلی بهتر جواب میگیری اصلا خوراک 3-5-2 بعدم ببینم چرا از این دریپ‌های برزگری نمیزنی ها تو زمین موقعیتش تا حالا برام پیش نیومده بابا شما دیگه کی هستی بچه ای الان نشونت میدم نگاه کن بازی جون ببخش برو در بله چشم ببخش یه لحظه قدیمی بله سلام کن سلام خوبین شما آقای ورزی ممنونم آقای ورزی ممنونم از این مهمون نوازیتون من حواسم نبود علی رو بردین تو علی یکی از دوست آقای ورزی علی یکی از دوست بلش دیگه ادامه ندید بلش دیگه رو بلش تو کاری کردی؟ نه میخواست کوچیکت کنه نه آقا چه کوچیک کنه متوجه نشده بله همشوت هم بودیم تو زمین اون دفاع میکرد من حمله تو کی؟ اون حمله میکرد من دفاع تو کی؟ ما با هم یه لباس میپوشیدیم چی؟ جورابامون همرنگ من علی انصاریان نه ببین دیگه این دفعه میخواست کوچیکت کن قبول کن دیگه بابا زایز چی؟ آخه بابا گریه نکن چی فکر کردی؟ من چی رفیقم هر برای چی بردی اون تو؟ رفیقت کیه؟ رفیقم علی آقا رو برای چی بردی اون تو؟ فکر کردی من حواسم نیست اون قوامیه هم چی بلند شده دست رفیق من رو گرفته رفته اون تو من الان موقع ناهاره شما میخوای سوء استفاده کنی ازش موقع ناهار مامانم دمپختک درست کرده علی انصاریان عاشق دمپختک های مامانمه ببین داداش اولا که علی اینجا نیست هست. نه نیست هست نیست بگو بیاد نیست جلوی این بچه هم برش هم قوامی هم اینجا نیست برو در خونهش به این شده به خونهش بشه جلوی این بچه چرا دیگه حتما علی اون توه داری این عده ها رو در بیاری جون تو علی اون توه نیست بابا دیگه علی جون من این در روز درشو خود بکنم من میزنم به خاله بفرمایید آبجی من ملیسا خانم هستم آقا بفرمایید ملیسا خانم ببخشید میشه به این دوست من علی انصاریان بگیم بیا بیرون علی انصاریان اینجا نیست آقای محترم چرا اونجاست پیش آقای قوامی با هم نشست من دارم میگم اینجا نیست بگو چشم میشه بیام ببینم اون تو رو ببین فقط یه چیزی بهت بگم بله پاتو بذاری اینجا ها جیگر تو سر میگیرم متوجه شدی؟ بله پس برو چشم دارم میگم برو چشم نیستش دیگه نه؟ نیست دارم میگم برو آقای محترم میگه برو دیگه نیست من نگفتم نیست دیگه برای چی گیر داری؟ این بچه یه بار دیگه توپ از این برا بیافته توپ تو پاره میکنم دل کن بابا برزی نمیخواد جنجال بپا کنی برو بابا برو بشی سر جاد برو دارم میگم آقا اینه ظالمی بونن اینا
کی؟ همین سامان. تا میبینه آدم به یه جایی رسیده میخواد این زالو خون آدمو ببکه. این که آدم نیست، اینجور آدما نونو به نرخ روز میخورن. برای علی جون چیکار کردی بازی جون؟ ترانسفر دیگه نه؟ دوباره تو حرف زدی؟ اون فکس جواب بدین لطفا. علی جون اینا مسئولی نیستا، بخور دیگه. دست شما درد. بخور علی جون. بخور تو دست شما درد. بخور که بتونی شوت بزن. چیه؟ جناب آقای برزی بفرمایید مطالعه کنیم ببینیم چیه. اه؟ چه زود رسید. من میگم زیاد طول نمیکشه. دیدی علی. خدا رحمت کنه پدر مرحوم بنده رو. خدا بیامرزدشون. خدا رفتگان شما رو هم بیامرزه. همیشه به من میگفتش که برزی تو یا فوتبالیست میشی یا مدیر برنامه فوتبالیست. میدونم. باور کن سرزن رو دستش پیدا نمیشه. نور به قبرت بباره بابا. آقای محترم جان، من اگه بخوام ترانسفر بشم حتما خدمت شما میرسم، ولی الان دیگه خیلی دیرم شده، باید برم سراغ ماشینم. علی جان کجا میخوای بری؟ توی خیلی دیر شده، من باید برم. علی جون مگه رفیق جلال رو ماشینه داره کار نمیکنه؟ هر موقع تموم شد میاد خبرت. آره دیگه خیلی دیر. آقا دو دقیقه بشین آقا بامی، علی جان داره تعارف میکنه ها. میدونم تعارف یه شربت چیزی بخور، بیای بخور حل میشه. عصو پیکان درست هست شما شنو عصایا؟ یه کمی کار داره ولی فکر کنم از موتورش باشه. اینو چرا کندی بابا؟ موتورش مگه تو خودت نگفتی یه کار راتشه؟ من گفتم ولی سیستمش با پیکان خیلی فرق داره. از صبح تاله هرچی میرم پایین به کاربراتش نمیرسم لاکرده. این همه میری پایین یه وقت به نفت نخوری بومیده. درستش کنم؟ خیالت راحت باشه، همچین درست میکنم. آه هلو، خیلی خوش اومدی علی جون. اینجا منظر ماره واقعا صفا آوردی. فقط اینو بگم علی جون، به این برزی اعتماد نکن. درست این کار است ولی آدم مطمئنی نیست. تو به من تکیه بکن، من همه کارات رو برات میکنم. بفرمایید. دست شما درد نکنه، من خدمتتونم. از شما آقای قوامی، شما به من لطف کردید ولی خیلی دیر شده، من باید برم الان. داری تعارف میکنی؟ نه تعارف ندارم. راحت باش علی جون، راحت باش. اصلا من همه کاراتم، از همین ساعت من مدیر برنامه‌هات میشم. قبوله؟ دست شما درد نکنه، ممنونم. ولی آقای قوامی، من مدیر برنامه دارم، باهاشم قرارداد دارم. نمیتونم دیگه مدیر برنامه جدید بگیرم برای خودم. ممنونم. سلام علیکم. سلام علیکم، احوال شما؟ اومدی نشونی بالا؟ خب میگه دیگه سر منزل ما، اتفاقا همین الان با آقا جهان زیر خیرتون بود. اجازه بدین جهان. بله جهان. بله علی جون خسته است، دیروز دو نیمه بازی کردی. آقا جهان لطفا اجازه بدین دیگه جهان. بله دیگه بفرمایید. علی جان بفرمایید. یا انصاریان. انصاریانیان کیه؟ آقا علی انصاری فوتبالیست. علی جون چقدر بزرگ شد؟ ریش در آوردی دیگه. علی جون خسته است دیگه. آقای انصاریان بازیکن قدیمی، با هم همبازی بودیم. چه تیمی؟ با هم بازی میکردیم، پاس میدادیم، فول میکردیم، میخوردیم زمین، شورت ورزشی مون خاکی میشد. تیم سر زبونم، تیم شورت سبز ورزشی کمرنگ میپوشیدیم. چه رنگی؟ سفید پررنگ. نه یعنی جا تو به من دروغ گفتی؟ نمیبخشمه. نه علی سفری فرمون، نه علی انصار زاده بایستا. فیروزه فیروزه دیدی علی جون رو گفتم اینجوریه شرمنده. ببخشید اینجا تو این ساختمون یه دستم فقط بلدم بمپل زر کنم. بیا علی جون بیا جون، راحت باش، تو من دختر من نیست، راحت میتونی استراحت کنی تا ماشین درست. بفرمایید علی جون. مزاحمتون نمیشم آقای قوامی. بفرما خونه خودته، اینجا راحت استراحت بکن تا ماشینت حاضر بشه. اینجا امن امن. علی جان علی آقا. بابا این یکی بود مهمون نوازی هم نیومدی بهش؟ علی دستو بنداز، دستو من بلند نشو، دستو بنداز، دستو بنداز. نوکرتم علی، دلم واسه تنگ شده بود، با من خودم قهرمان کاراتم دارم. علی انصاریان. شما دیگه کی هستید آقا؟ اون منم، سامون چل تیکه. اوه آبروشم خیلی ترشه، شکر زیاد میبره. نه 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 نه، یه دفعه هم شده باید سنت شکنی کنی. یعنی چه جوری؟ اینجوری یعنی بشکنیم سنت رو. بزن لایکو. ببین مثلا آلبالو رو میبینی؟ به جای آلبالو قارچ یا میگو بریزیم تو مربا؟ تو مربا؟ آره هم با
کلاس میشه هم شیرین هم خیلی گرون. آدم وقتی میذاره جلوی یکی حالش نمیبره. منتها دسته آدمایی هستیم که این کارو میکردیم ولی هیچ کسی نمیخوردش. جنبی تزیینی من حق چیزایی نشنیده. حالا دفعه برشون. این صدا چیه؟ احتمالا یه چند تا گربه دعواشون شده یا فیروزه داره گریه میکنه یا هم داره میخنده. آخه اون گریه کردن و خندیدنش یکیه. من چی شد؟ چی شد سنا؟ من دیگه اوبر نمیرم. نرمه میتون گریه میکنی بریم تو قربونت برم. What happened to you? لیه شدم. چی شده؟ هنی آتابه آی جان جان به من دروغ گفت. ببخشید دروغ گفت این نداره عاقبت تخم مرغ دوز دیگه شطور دوز میشه. جدی میگی؟ هر جان اینجا جایی ضرب المثل نیست. خب ببخشید. خب قربونت برم بگو ببینم چه دروغی بهت گفته. قربونت برم به من میگه جوونی آش گفت ستاره فوتبال بوده. دیگه میگه رود سیاست. یادش بخیر خاکیه دهنتی فرید با هم بازی میکردی. آم شما اشتباه گرفتید منو. نه دیگه علی انصاریانی دیگه. بله علی جون قربونت برم خاکی خاکیه دیگه خاکی. نرو یه دقیقه باسته علی با ما هیکل دیگه رو فرم نیست. من هیکلم با تمرین رو فرم نگه داشتم داشم. اینم تو کار فوتبال. آقا من اصلا تو عمرم خاکی بازی نکردم. بله نرو یه دقیقه باسته جون من این پودره رو بده. ببین علی این پودره تازه فیفا برام فرستادن. خب ما با فیفا هم کار میکنیم. ببین این پودره رو میخوری استارت میزنی، یعنی بهترین استارت های زندگی تو این پودر میبینی. ببین یکو این مخلوط جلبک دریاییه با یه سری با هویج و خورما و یه چیزای خارجی نمیشه اونا نمیدونم اینا رو قاطی میکنی تو چاییت میخوری استارت های بهترین استارت های زندگی تو میزنی. میخواد آقا ما بدون اجازه پزشکمون دارو مصرف نمی کنیم. آره اینا راست میگه نه واسه آقا اینا باید داروهاشون تحت نظر پزشک استفاده کنن. دست بند زشته بابا. علی رفیقمه. علی جون قربونت برم باشه این پودر اصلا نمیخوام. پودرمون بده اون یکی کرمه رو بده. علی اخو این کرمه میماری به صورتت اولا صورتت رو صاف میکنه بعدشم نور رو منعکس میکنه تو چهره حریف. وقتی چهره حریف نور خورد توش شوتو میزنی تو دروازه. بیانو به مال نشناختم شما رو. شما مثلا چرتی چند دیگه علی چرا قاطی میکنی علی چه اینجوری شدی؟ مثل قرص حافظه هم دارم اونا رو میخوام. نه دست رو در بردار نه رو دیگه. آقا من نه پودر میخوام نه قرص میخوام نه دارو. اشتباه گرفتید بذارید برم. من بابا با من راحت باش. زید الدین زیدان هم مشتری منه. ببین صد رحمت به آقای قوامی، آقای برزی که حداقل نمیخواستن از آدم سوء استفاده کنن. قوامی چطوری؟ چقدر میکنی؟ فوتبالیست منی چیکار کردی؟ از کی تالا شده فوتبالیست تو؟ برشم خودت بردش بالا. حرف مفت نزن. من تو راه رو دیدم چه قاپش زدی. من نمیذارم تنهایی ها پولیش کنی. باید سهم منم بدی. رب ترانسفرشم باید بهم بدی. بلم کن ترسو ترانسفر نکن. مامای نمیدی دست بالا من بنده. خانم میتونه آقا. خانم میتونه. دو دقیقه قبا. جانم. سلام خانومی. زود باشه. خورم دل منم برای تنگ شده. آواز بخونم. باشه باشه. میتونی مشت منو وا بکنی؟ میتونی ما بدبخت هم میکنی اینجوری نخوری چیو بگم؟ چیکار کردی؟ آقا شاید اصلا رفته. من چه میدونم کجا رفته؟ گفت نزن باشی اشتم در نبود جوانم گفت ندیدمش. بابا یه دقیقه یقه رو بیل کن. آقا آقا شاید اصلا از در پشتی رفته. شاید اصلا سامان باش رفته. شاید سامان پیداش کرده. تو از کجا میدونی؟ چی؟ سامان؟ آره گوش کن چی بهت میگم. چیه؟ تا پیدا نشی از پیش من جم نمیخوری. میدونم میدونم همه رو میدونم. بچه انقدر گریه میکنی از گریه کردن که کار درسته میشه مادر؟ غصه دارم. No cry. No غصه. No غصه.
لیسن تو می؟ لیسن تو می این چیه؟ تو این محفل نمی گنجه. زیاد خودتو درگیر نکن. ببین اون کاری که من میگم بکن. خب نفس عمیق بکش، به اعصابت مسلط باش، خب بعد به آرامش درون، به گل، به گیاه، به پلو، به کباب، به اون چیزایی که دوست داری فکر کن. اینقدر خوبه؟ نمی آخه میدونی چیه؟ جهان تا به من دروغ نگفته بود. بعد وقتی این دروغ رو میگم من گریه کردم، نمیدونم چرا اینقدر ضعف دارم. گریه نیست بابا، از اون آلبالویی که خوردی. منم ضعف کردم، فشارم حالا اینجاست. آره فیروزه جون، حالا اگه شوهرت فوتبالیست بود چه تاجی به سرت میزد؟ ببین آدم مردمو میبینه اینجوری گونی گونی پول برم دارن برای خونه شون. دیشب برنامه 90 داشت نشون میداد. خب آره این یه پسر رو ورده بود، انقدر اینا پول دارن، انقدر پولدار بود. آره راست میگی، فوتبالیست. ببین منم یه خواستگار داشتم، اسمش اریک کانتانا بود. اریک کانتانا بود. آره بعد این فوتبالیست بود، همش میمد خواستگاری، انقدر سمج بود. دیگه یه دفعه جلوی من دستشو اینجوری زد به سیم برق، اینجوری شد. ولی بابام اجازه نداد باش ازدواج کنم، هر چی قد پول داشته باشه. پول که اونقدر مهم نیستش که. آخه عزیز من، فوتبال که کار هر کسی نیست، هر چیزی باید تو وجود آدم باشه. اصلا شغل با شغل چه فرقی میکنه؟ اینقدر که شوهر آدم خرجی آدم بیاره، یه لقمه نون بیاره سر سفره، زن بچهش سیر باشن، چه اشکالی داره؟ این چه حرفیه میزنی؟ خب اونا پولدارن، اونا معروفن، همه جا تحویلشو میگیرن. بزن لایکو. میدونی عیب ما آدم ها چیه؟ یکی رو اینقدر میبریم بالا، اینقدر میبریم بالا که دست خودمونم بهش نمیرسه، بعد از اون بالا با مغز میندازیمش پایین. بله آدم باید سرش بالا باشه، خودش حالا بالا نبود زیاد مهم نیست. آدم باید سرش بالا باشه. بله البته چیزی که فقط برای ما مهمه اصلا چه اهمیتی داره؟ نه چی میگن؟ اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی. البته ببخشید چون حرف آقا جهان شد کچلیش یه اومد تو ذهنم. انقدر بهش فشار آوردی که بیچاره مجبور شد به دروغ بگه. راست میگی دلشو شکستم. ببین من چقدر پشت سرش حرف زدم، الهی بمیرم. نو پرابلم لیدیز. لیدیز به کسانی که پشت سر شما حرف میزنن هیچ توجهی نکنید، جای آنها همان پشت سر شماست. باشه علی جون قربونت برم، یه دقیقه نرو. خیلی خوب، مربی رو بیخیال، مربی بدنسازیت میشه. خودم دارم. آنالیزور خودم دارم. ماساژور دارم میگم. لااقل یه بوق بهم بده بشینم تو جمعیت بوق بزنم. شیپورچی میگفتم به من چرا این بچه منو زایه نه. بابا اما ماهی نزده دیگه سامانه، یعنی چی بابا؟ من میخوام گیر این واسطه ها نیفتی علی جون. قربونت برم، نمیدونی جامعه چجوریه، همش تو اردو بودی نمیدونی. الان این واسطه ها، این بزلی و قوامی، اینا دو تا واسطه کلاهبردارن. اینا فقط میخوان از تو سوء استفاده کنن. اینا دو تا آدم به درد نخوره فریبکارن که میان فوتبالیستا رو گیر میارن ازشون سوء استفاده میکنن. به فکر جوونیت باش علی جون، قربونت برم. اینا کلاهبردار همسایه ما، من میشناسمشون. چیه بابا چرا اینا چشم ابرو میاد؟ همسایه من همسایه ها عاشقشونم. اینا نبودن من مرده بودم. اینا تو این ساختمون 10 بار جون منو نجات داد. ببند دهنتو. تو اینجا چیکار داری میکنی؟ من دارم با همبازی دوران قدیمم صحبت میکنم. فوتبالیست بودیم با. میدونم. علی جون تو همبازی این بودی قبلا؟ نه خیر، من همبازیشون نبودم هیچ وقت. بفرما. بله، من یه علی جلو بازی میکرد، من یه خط عقب بازی میکردم، علی کمتر منو میدید. ببند دهنتو. علی جان که خودش خط دفاعه، دیگه عقب‌تر چیه؟ منو دروازه بان. نه، تیرک بودی با تور دروازه. حرف بی خود نزن، از اون دوربین بالای زمین نگاه میکردی، من پشت زمین بودم. خیلی خب بابا بلبل زبونی نکن واسه من. من این بازیکنو بدون حاشیه ترانسفرش کردم، دوست دارم بیفته تو حاشیه. ببند دهنتو. مگر روی نش من رد بشی میخواد ترانسفرش کنی؟ بعد 10% از قراردادشو به من بدی، وگرنه من رضایت نمیدم. نه علی جون. یه دقیقه وایسین آقا، چیه؟ من باقی میسیم. نه بابا یه توجه کنیم، من گوش نمی کنم بابا. یه سفره ای باز، من سفره رو من هستم. آقا من باشی سفره رو هستم. من این وسط چی کنم؟ خدمات من اتاق خودم رو جا
جارو نمیزنم آقا. یعنی تو هواهنگی خدمات، یعنی هتل تا برنامه منیجر، آقا اصلا منیجر هتل باشین همه اینا فقط کت شلوار بپوشی. خوش نفهمم مفاهیمشی. آره آره خوش تیپی. آره اینجوری نه باش. آره بابا قول میدم آقا این قراردادمونه ها. آقا این قرارداد 1 2 3 4 دوام چوندی خب جلو علی دوان نکن جلو علی فوق علی جو علی چی جو علی کن علی آقا دست شما درد نکنه. خیلی خیلی ممنون بهتون زحمت دادید. قابلی نداشت وظیفه‌مو بود علی آقا. خدا آقا همیشه میگه فوتبالیستا آدم های احساساتی، یعنی میگه اگه دل تنگ شد یه زمانی حل شد حتما حتما بیا پیش آمده علی آقا کار فنی بازم داشت بیا پیش خودم داداش همچین حدو آه میدم تحویله دست شما رفت ببین تازه فهمیدم چیه چیه علی جون ناراحت نشی یه موقع اینا کلن این شکلی هنا ببین اصلا ناراحتی نداره یه گروه از رو محبتشونه یه گروه از رو رندی بعضی وقتا اذیت همون میکنن ولی ما هر دوتا گروه به چشم طرفدار و هوادار بهشون نگاه میکنیم به برادر گلت سامان چلتیکه سلام برسون یه خورده ولی پسر فوق العاده خوبیه. علیشون داداش قلب ما فرش خسته یه که ارزگاه یادی از وجود خستت میکنن قلام قلب خستت هم امیدوارم یه روزی تو اون تیمی بازی کنم که تو مرم پیش. خیلی خیلی ممنون مزرم نمیشم خدافز شما دست شما خدافز شما خدافز علی جون علی خدافز